در مورد مسئله اسلام ستیزی یا اسلام گریزی، ایرانگرایی و اسلام گرایی میتونه مانند هوا و خلا باشه. شما وقتی هوا رو وارد این سالن میکنید، خلا رفته بیرون. شما خلا رو بیرون نکردید، هوا رو آوردید تو. بعضی وقتا بودن یه چیزی عدم اون دیگری است. شما لازم نیست که پوت بردارید یه سر اسلام بکنید. شما کافیست ایرانگرایی رو پروموت کنید، بیاری بالا. خودش اسلامگرایی از در بیرون میکنه. من نیاز نداره که بگم پیامبر اسلام رو دختر 7 ساله فلان کرد، نمیدونم اینجوری کرد، علی 400 تا رو گردن زد. اینا اینا فکت، اینا رو خود اینا میتونن تو تاریخ اسلام ببینن و خیلی خوب دیدن و خوندن. مطلب اینه، اهمیت در اینه که من میگم این چه ارزشایی تو ایرانگرایی عقل داره، یه شعور یا ایکیو 75 80 هم داشته باشه، مقایسه میکنه، خوش میاد. اینو نمیخوام، این باعث نفرت شده، این خوبه، این باعث سرافرازی افتخار شده. بنابراین بحث ایجابی و بحث نفی و باید اینجوری نگاه کرد. اسلام رو میشود منزوی کرد، میشود خانه نشین کرد، میشود ناتوان کرد، رقمش رو گرفت، دونش رو گرفت، باید این کار رو کنیم. و اگر 45 سال بیم باید انقلاب اسلامی در ایران خواهیم داشت. حتی اگر حکومت رو بگیریم، کافی شما رها کنید اینا رو، حسینی ها و مساجد و تکایی ها برای شما دو تا علی شریعتی و مرتضی مطهری درست میکنه، یه روح خمینی هم پیداش میشه. اگه کسی یک سال پیش از انقلاب میگفت که توی مملکت انقلاب اسلامی میشه و مردم ترجیح میدن دنبال روح الله خمینی برن به جای آریامه، همه میگفتن دیوونه است. ولی اتفاق افتاد. بازم این پتانسیل هست در اسلام که این کارو بکنه. برای همین ما باید با آوردن هوا خلل از اینجا بیرون کنیم. نکته دوم در ارتباط با شاهزاده بود که گفتمان شاهزاده باید رهنمود ما، برای ما باشه. برای من یکی نیست. من به عنوان سخنگو حزب رستاخیز ایران گرایان، حزب یه هویت مستقل داره، هیچ رهرو از هیچ کسی نمی‌کنه. اصلا اصولا اندیشه سیاسی حزب در آرمان‌هاشه. ما از شاهزاده به عنوان کاندیدای پادشاهی در ایران، کاندیدای به حق پادشاهی، فرزند آریامه، نوه بزاشو پشتیبانی مشروط می‌کنیم. چرا مشروط؟ ایشون اگر با 5 نفر دیگه بیانیه امضا می‌کنن به عنوان منشور مهسا که کاملا بوی ضد ایرانی میده و توی شرایطی این اشتباه رو کردن، ما به جایی که کف بزنیم هورا بکشیم بگیم ما سرباز شما هستیم، میگیم این اقدام با خط قرمز ما که ایرانه تلاقی داشته، این خط قرمز رد شده. توی این بیانیه نام ملت ایران نیومده. توی این بیانیه داره صحبتهایی داره میشه که آقای عبدالله مهتدی داره قند تو دلش آب میکنه. یه ماه بعد هم ایشون میگه من اشتباه کردم، از منشور میاد بیرون. اگر ما اونجا بله قربان میکردیم، ما نه ایران دوست بودیم نه شاه دوست بودیم. وظیفه انسان خردمند، انسان دلسوز این است که مشروط پشتیبانی میکنه وقتی انحراف میبینه، نکتهشو میگه.